العلم خیر من المال، علم و دانش بهتر از مال است. علم تو رو حفظ میکنه. العلم خیر من المال، العلم یحرسک، علم حافظ توست. بالاخره هم از خطرات و مهاوی درکات عذاب الهی در عقبا آدم حفظ میکنه و هم از خطرات مادی این نشأه و این مرحله و این عالم. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم است که تو را حفظ میکند، راهنمایی میکند که چگونه زندگی کنی، چگونه بیندیشی، و من را حفظ میکند از خطرات. ولی مال و ثروت رو تو باید بپایی که دزد نبرتش، از چنگ تو در نیاورن، و غم و غصه اون حفظ و نگهداری مال با توست. و المال تنقصه النفقه، یکی از عیوب مالم اینه که با هزینه کردن کم میشه. هزینه کردن برای امور مادی، و الا اگر هزینه بکند برای آنچرا که خدای تعالی فرموده است و اون انفاق است و اون رسیدگی به دیگران است، اونجا خود اون بر اساس اون علمی که آموخته است و نحوه مدیریت مال را و به کارگیری مال را برای انسان ارائه داده است، و عمل به دینه. مال را اگر انسان به اون نحوی که خدای تعالی فرموده از حفظ کند و به اون نحوی که فرموده از خرج کند و هزینه کند، این مطابق علم عمل کردن است. مراد حضرت زاهرن در اینجا از اینکه والمال تنقصه النفقه، اینکه پی مادیات باشه و جمع کردن مال و ثروت و این حرفا باشه و مال رو برای به دست آوردن مال و مطلوبیت خود، یه مطلوبیت ذاتی برای مال و ثروت و ثروت اندوزی قائل بشه، از این باب حضرت فرمودند.